رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. احوال شما؟ خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. آقای دکتر، من چند تا سوال داشتم خدمتتون. یکی اینکه خب من با یه بذار اول یه بگرانی از خودم بدم. من 28-29 سالمه، آگست 2019 آمدم امریکا، یعنی هنوز یک سال نشده. بعد دانشجو سال اول پی‌اچ‌دی هم، رشته استاتستیک میخونم و دیگه اینکه تو خانواده دختر دوم خانوادم، یعنی در واقع خواهرم 3 سال از من بزرگتر و داداشم 12 سال از من کوچیک‌تره. اولین سوالم یک چیزی میخواستم راجع به شخصیت خودم به هم بگیم با توجه به جایگاهی که تو خانواده دارم، چون من خیلی کیسایی که شما مشاوره کرده بودین و گوش کردم، ولی متاسفانه اصلا یه چیزی که مشابه خودم باشه ندیدم. میخواستم ببینم که با توجه به جایگاهم تو خانواده چه شخصیتی دارم من. دارت خوبه؟ آخه عزیز من، بی خود نیست بچه وسطی من تنها میتونم بگم ساندویچی هستی و به نظرم میرسه ساندویچ خوشمزه‌ای هم نیستی. بنابراین این حرفیست که میتونم برای اینکه آخه دختر تو هنوز هیچ اطلاع. شخصیت یعنی یه مجموعه صفات، این مجموعه صفات یه چیزی تقریبا 100 تا صفت رو اقلا در بر میگیره. تو با 2 تا جمله که من بچه دومم، فکر کردی که جواب مسئله رو دارم؟ من یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. من فکر کردم، من نمیدونم چرا این دوستانی که ریاضی و آمار میخونن اینقدر ابسرد و تجریدی فکر میکنن. نمیدونم، والا مشکل خودمونم همین آقای دکتر. حالا یه سوال هستم رو بپرسم خدمتتون. من در واقع از ماه دسامبر با یه آقا پسر ایرانی آشنا شدم و یه دوست مشترک داشتیم که ایشون ما رو به هم ساجست کردن. خب اول ما تو اینترنت یکم با هم صحبت کردیم، بعدش با هم تلفنی صحبت کردیم و خب دیدیم که خب خیلی اخلاقمون به هم ممکنه بخوره و اینا. دفعه اول همدیگر رو دیدیم و خب خیلی رابطه خوب پیش رفت، طوری که خب ایشون در واقع همین ویکندی که گذشت منو دعوت کردن خونهشون، به خانوادهشون نشون دادن. خب من خیلی احساسم نسبت به این آدم خوبه، یعنی وقتی کنار ایشون هستم به قول شما انگار خوب خودمم، یعنی هم آدم های دور برم رو بیشتر دوست دارم، هم خودم رو بیشتر دوست دارم. یعنی ایشون خیلی، نمیتونم بگم حالا دقیقا چه ویژگی شخصیتی داره، ولی وقتی من کنارشم حالم خوبه. بعد ایشون چند سال صبر کنه؟ ایشون چند سالشه؟ ایشون، من خودم متولد 70ام، ایشون متولد 66ن، 4 سال از من بزرگترن و خب رشتهشون هم جونم. چی خوندن عزیز؟ تخصصشون توی یکی از گرایش‌های دندانپزشکی تموم کردن. در واقع اون موقع که ما هم دیگر رو دیدیم، همون ماه دسامبر، ایشون یک ماه بود که آفیس خودشون رو داشتن، یعنی از لحاظ کار و اینا هم مستقلن. اوکی، شما رو بلنگو که نیستی چون صداتون میپیچه. چرا؟ خب نکنید عزیزم. الان بهتر شد؟ خیلی. به من بگید ایشون فرزند چند دومن؟ ایشون فرزند اولن، یه برادر کوچیک‌تر خودشون دارن که 2-3 سال از خودشون کوچیک‌تر، یه خواهرم 5 سال از خودشون کوچیک‌تر. خب چه مدتی است شما همدیگه رو می‌شناسید؟ در واقع از همون ماه دسامبر که همدیگه رو دیدیم 7 ماه میشه، انگار تقریبا 7 ماه میشه که خب با هم در ارتباطیم. فکر می‌کنید چند ساعتی با هم حرف زدید؟ والا ساعت نگرفتم، ولی مثلا هر روز ما با هم تکس زدیم، با هم تلفنی صحبت کردیم، هفته حداقل یک بار همدیگه رو دیدیم، مثلا بعضی روزا بوده از صبح تا مثلا عصر با هم بودیم. شما مگر در یک شهر هستید یا نیستید؟ ایشون مثلا یه 40 دقیقه با من فاصله دارن با ماشین. خب چطور شده فقط هفته یه بار همدیگه رو میبینید؟ خب به خاطر اینکه اون موقعی که با هم آشنا شده بودیم من خیلی درس داشتم، بعد ایشون هم چون تازه آفیسشو زده بود خیلی کار داشت، یعنی هر روز میرفت آفیس مثلا 5 بعد از 2 برمیگشت. منم واقعا انتظار نداشتم حالا با خستگی بگم بیا همدیگه رو ببینیم و اینا. خودم خیلی درس داشتم چون تازه اومده بودم از ایران، یعنی بیشتر خواستم فوکس کنم رو درسم. اوکی، به من بگید خانواده ایشون اینجا هستن یا نیستن؟ بله. حالا سوالایی که دارم، خانواده ایشون نه سب کنید اول بگید چه مدتی است ایشون امریکا هستن؟ حدود 10-15 سال.
نه 10-15 سال. آخه آمار خوندی خدای نا کرده. 13 سال okay. اینجا زندگی میکنم. خب وقت با کی هستن اینجا؟ خب خیلی سال خوبی پرسی. ایشون با اینکه مثلا متولد 66 خب از من 4 سال بزرگتره، ولی با خانواده زندگی میکنن. بعد من دفعه اولی که باشون تلفنی صحبت کردم بهشون گفتم خب مثلا خب واقعا انتظار داشتم که ایشون خونه مستقل خودشون رو داشته باشن. و گفتم چرا؟ نه من با خانواده آها. چرا اگر پدر صبر کنید، اگر پدر مادر و دو تا بچه دیگه اونجا هستن، ایشون هم تو همون شهرن، چرا برن خونه مستقل بگیرن؟ خب آره، بعدش هم وقتی توضیح دادن ایشون، منم دقیقا به هم مسیر رسیدم که خب اوکی، یعنی مثلا من اگر شرایط ایشون رو داشتم مثلا با خانواده هم زندگی کنم. وقتی ایشون هم گفتن که من نه صبر کنید حالا ذره زمینه عزیز من اگر ببینم که یه پسری یه دختری توی شهرن با پدر مادرشن، ازدواج نکردن، دارن دانشگاه میرن یا دارن کار میکنن، تو اون خونه هستن، که ترجیحم اینه اگر بگرفتم خونه جدا گرفتم میگم چرا این کار کردی؟ برای چی؟ آخه نه که من تازه از ایران اومدم، من همش انگار ذهنیتم اینه اینجا همه باید مستقل باشن. یعنی بله خب یه مدت که باهاشون صحبت کردم دیدم که نه واقعا شما اولا من میگید این آمار رو از کجا در آوردید که در امریکا اینجوری هن؟ دوم شما بر اساس این برداشت این تجزیه، من دیدم شما آمار دارید میخونید یا فقط مارش رو دارید میخونید؟ آقای دکتر حالا اجازه بدید من یه سری سوال دارم. نه من اجازه نه صبر کن، من اجازه میدم، ولی اگر پرت و پلا بخوای بگی ولت نمی کنم. باشه چشم، چون تو حالا 2-3 دفعه به نظر من اتفاقا این حسن این آدم نعیبش، اونم اصلا پسر که تو خونه کنار خانوادهشه، چه اشکالی داره؟ خب اتفاقا من مثلا موقع که همدیگر رو دیدیم من دیدم که خب ایشون چقدر متعهد به خانواده، چقدر از این لحاظ خیلی حس خوب پیدا کردم واقعا. یعنی منم یه مدت که از رابطه گذشتم که خب اتفاقا این حسنشه. بعد حالا چند تا موضوع هست، من موقعی که رفتم خانواده ایشون رو این ویکند دیدم، خب خانوادهشون خیلی خونگرم، خیلی برخورد خوب، یعنی یه حالتی که مثلا تو هم مثل دختر خودمونی، ولی مثلا خب خیلی از من سوال میپرسیدن. بعد خب نمیدونم این عادی بود مثلا برای دفعه اول من دعوت شد، یعنی باورتون نمیشه آقای دکتر 40-50 سال. نه اشکالی نداره، اگر شما رو شوخی میگرفتن کاری به کارت نداشتن، وقتی تو رو دیدن یا پسرشون گزارش داده جدی گرفتن. پرو ممکنه ویژگی روانیشون آدمای باهوش و کنجکاوی هستن، چه اشکال داره؟ مهم اینه که نوع سوالا چی بوده، مثلا چقدر پول داری، چقدر جهیز، چقدر پول داری، چقدر نه اصلا مسئله مالی از خودم مطرح نکرد. یعنی مثلا بهم گفتن که اول که محل تولدت کجاست، تو خب من تو ایران توی شهرستان کوچیک به دنیا اومدم. خب من به پسرشون همون روز اول گفتم که آره من از اونجا اومدم. عزیزم چرا دفاع میکنی از هر جا اومدی اصلا چه اهمیتی داره؟ خب خانواده‌شون خیلی سوال میکردن راجع به این موضوع، یعنی شما کدوم مثلا به من میگفتن که شما چند سال تو اون شهرستان زندگی کردی، منم گفتم من کل 17 سال دیپلم با همونجا بودم. یعنی من کاملا 100% راست میگفتم همه چی رو و هیچ جا سانسور نمیکردم، در حالی که خب مثلا پسرشون هم موقعی تو مسیر بودیم داشتیم با هم میرفتیم سمت خونهشون، به من گفت حالا نمیخواد خیلی هم دیتیل بدی، من خانواده خودم میشناسم. گفت بعدش هم مثلا تو مسیر که با هم داشتیم میرفتیم به من گفتن که من هر تصمیم خودم بگیرم همون مهمه. حالا خانواده اتفاقا خانوادهشون هم آماده کرده بودن، یعنی بنده خدا بیشتر از من استرس داشتن موقعی که من رفتم اونجا. ولی خیلی برام عجیب بود که چرا اینقدر محل تولد برای این خانواده مهمه. گفتم اگر مثلا فردا ما با هم ازدواج بکنیم هی بخوان این موضوع مطرح بکنم، بالاخره منم نمیدونم چه ریاکشن نشون بدم. من اصلا باورم نمیشه شما رو. آره. من ممکنه یه کسی بگه هر جا متولد شده سر اون حساس باشم، ولی خوشحال میشم که بگه 18 سال اول یه جا بوده برای که جا به جا کردن بچه ها یا به خاطر شغل پدر یا به هر دلیل دیگه ای، معمولا به بچه ها آسیب میزنه.
برای اینا این سوالا رو کردن برای که دنبال سوال میگشتن، میخواستن خوب تو رو بشناسن. افهم من بیشتر میلشون به شناخت تو و هیجان رو میبینم که تو رو جدی گرفتن. آره خیلی دوستم داشتن، خود آنتیش میخواد. خب اون نشون دهنده، اون نشون دهنده بدسلیقگی و اینا شونه، ولی اون اشکالی نداره. آره هیچ چیز دیگه هم بپرسم آقای دکتر. وقتی همین در واقع مشاوره که شما با در واقع کسایی که بهتون زنگ زده بودن داشتین، متوجه شدم که اصلا صلاح نیست که من اگر خواستم جشن عروسی بگیرم برم ایران. تو موقعی که مثلا ابتدا دختر صبر کن زنه، من الان اسم سه تا بچه اولت هم میگذارم، بذار بهت بگم. تو شورشو در آوردی، تو یه دفعه رفتی خانواده او رو دیدی، راجع به الان عروسی داری حرف میزنی؟ هنوز اولا نیامد، هنوز نیامده پسر مردم رو تور کردی و اونم معلوم دندون عقلش رو خودش کشیده که از تو خوشش آمده، بعدم پشتی رفتی اونجا. بعد مشکلت اینه که همجوری از من سوال میکردن، خب بکنن انگار. بعدم سوالایی که میکردن که به دنبال این نبودن که ببینم در یه قتلی که اخیرا اتفاق افتاده تو شرکت داشت. بنده خدا خیلی آدم خوبی بودن، ولی من خودم مثلا یه موقعی که توی جمعی میرم که مثلا آدم های اونجا همون نمیشناسم، اصلا نیست ندارم حرف بزنم. یعنی همه خب این اشکال توه. خب این اشکال توه، ای با ایراد توه. برای تو برگشتی گفتی تو این همه صحبتی که من با آدم های مختلف داشتم تو خیلی شبیه مانند خود تو پیدا نکردی. کاملا حق داری، برای که هیچ کس به این اندازه خور و چلو دیوانه نیست. حالا آقای دکتر اجازه بدی من در مورد جشن عروسی که مثلا خب با خودشون که صحبت کردیم، حالا به خانواده ها چیزی فعلا نگفتیم، تو خیلی زشت دارم مثلا میگن چقدر اینا هولن، ولی خب مثلا با خودشون که صحبت کردیم، من بهشون گفتم که اگر قرار بود، یعنی قبل از اینکه بشینم مشاوره شما رو گوش بدم، بهشون میگفتم خب ما یه جشن عروسی اینجا بگیریم، خیلی فانتزی، یه جشن عروسی بریم ایرانه. بعد موقعی که صحبت رو شما گوش کردم گفتم چه کاریه، ما همینجا یه جشن عروسی میگیریم، ولی مسئله که هم خب پدر مادر من اینجا نیستن، یعنی تو جشن عروسی نخواهند. نه پاک، تو خودتو ول دادی عزیزم. عزیزم اون چیزی که بحث علمیه وزن و ویت احتماله، اصلا این موضوع چه اهمیتی داره؟ ای بسا بعد از یه مدتی هر دوی شما، هر دو خانواده و خود شما دوتا دقیقا یه چیز رو بخواید و اون چیزی که همه تون دوست دارید، درست میدونید و انجام بدید. الان وقتی محل جشن عروسی رو کجا بگیریم نیست. من به همجا تو رو مسخره کردم که بیا اسم بچه هاتم الان تعیین کنیم بگذاریم، اصلا ثبت نامشون کنیم، یکشون کودکستان، یکشون دبستان، یکشون هم دبیرستان. آخه تو شورش رو در آوردی، مثلا میگم تو این همه عجله و شتاب برای چیه؟ آره من کلا همینجوری هم آقای دکتر، یعنی اصلا تو کل زندگی ما موقعی که حتی یک کتاب رو باز میکنم میگم من بعد اینو تا آخر امشب تموم کنم. من نمیدونم چرا اینجوری هم. میدونی برخی از آدم ها هستن مثل تو که اول ده پنج صفحه آخر کتاب میخونن که فکر کنن اگر یه موقع خدایی کرده، نه خدایی نکرده، مردن، تایی کتاب رو خوندن میدونن موضوع چیه. آره به خدا من دقیقا همینجوری هم. اصلا حس میکنم چیزی نیست میکنم. ببین فقط من یه توصیه دارم، الان به یکی از دوستات زنگ بزن که اون آقا پسر رو مشغول کنه، ما با دا پرت و پرهای من و تو رو بشنون و تمام به هر حال احساس و علاقه ای که به تو دارن رو از دست بدن. دختر این حرفا چیه؟ تو منو اصلا من کلافه شدم. روی خط باش، بذار با پیام ها رو بشتاریم برگردیم. من فقط یه 15-16 دقیقه وقت دارم، حرف حسابی بزن، اینقدرم حاشیه نرم. جانم من این مقدار فکر کردم، حالا جدای از اون در واقع شوخی، من کلا این مقدار آدم شوخ تری هستم آقای دکتر. من تو با توجه به حرف شما متوجه شدم که خب الان بوده بخوام راجع به ازدواج صحبت کنیم، اینطور که حالا متوجه شدم، نمیدونم شاید اشتباه فهمیدم. عزیز من اصلا برای یه تیپ تحصیل کرده مثل شما باورم اینه که شما قراره یه چیزی نزدیک 500 ساعت گفتگوی مفید مؤثری که دو نفر است و بیشترش هم چهره به چهره است انجام بدید تا در شما یه احساسی، یه حالی پیدا بشه که اسمش عشق و بعد از اون
برای همچی مدت کوتاه. مسئله من همینه، مسئله من واقعا همینه، چون الان انقدر احساسم نسبت به ایشون خوبه، ایشون هم همینطور. مثلا کلا من میفهمم شما کنارشونم. عزیز من، این که عزیز من، از 100 تا پسر و دختری که شرایط عادی دارند، یعنی چیز غیر عادی توشون نیست، 95 تاشون با هم خوب و خوشن. مسئله ثبات و قرار و دوامشه. مسئله این است که این هیجانات اولیه که میره کنار، همچنان این دوتا هم دیگر رو بخوان، به جای اون جنبه سطحی ظاهری، حتی در لایه های دوم و شاید حتی سوم شخصیتیشون، اون کور و هسته وجودیشون به هم بخوره. مثلا قبول ندارم علاقه شدید رو قبل از مثلا 300 ساعت گفتگوی مفید مؤثر. و چی دارید میگی؟ این که در حقیقت یه دونه کاغذ است که آتیش گرفته، با سرعت هم خب خاموش میشه، ازش هم احتمالاً چیزی نمیمونه. این رابطه یه رابطه مثل یه تکه چوب میمونه، یه زغاله که مدتی طول میکشه ولی بعداً میمونه. عزیز اصلا این یعنی چی؟ این هیجانات اولیه که اسمش عشق نیست عزیز، و بسیارم خطرناکه، برای اینکه اصلا کاملا شما رو از واقعیت‌ها دور نگه می‌داره. شما من بگید ما اصلا خیلی خوشمون میاد، با هم خیلی توافق داریم، راحت با هم صحبت می‌کنیم، بسیار خوبه، اما شما قراره ببینید مسائل مشکل و مسئله رو، اشکالات و اختلافات و تفاوت‌ها رو چگونه مطرح می‌کنید و حل می‌کنید. مهم اینه که در شرایط مختلف هم دیگر رو ببینید. شما رو باید تو خانواده خودتون دید اگر ممکن باشه، ایشون رو تو خانواده خودش برای مدت ها دید، شما باید ایشون رو تو محیط کارش و در ارتباطاتش ببینید. شما آقای دکتر محل کارشون. خب پس بنابراین مبارک باشه، ول کنید دیگه عزیزم. رفتید که رفتید، این یه نگاهی که کافی نیست قربونت. مثلا همجوری ما تو مبهوت موندم. شما میخواید لباس بخرید، 4 تا مغازه میرید، یه ذره وقت صرف میکنید، مقایسه میکنید، مشورت میکنید، با دوستتون میرید، سرتون انداختید پایین، من رفتم تو محیط کاریشون رو ببینید. این محیط کار شبکه دوستانی که قبلا با هم بودن رو بدونید. یه مقداری درباره گذشته، عین همون سوالایی که خانواده کردن، از دوران کودکی، حوادث و اتفاقات رو متوجه باشید. شما چه میدونید که شاید تو زندگی ایشون پدر و مادر دعواشون شده، 5 سال از هم دور بودن، بایشون اصلا مثلا با یکی دیگه زندگی. عزیزم اینا وقت میخواد، و بعدم طریقه مطرح کردنش گفتگوشه. این عجله ای که شما دارید برای اینکه من عاشق شدم خطرناکه. شما اگر بحث من رو راجع به عشق در انسان عشق بشنوید، این یه پروسس عزیز. این مثل اینکه آدم با یک کسی حامله میشه، 9 ماه طول میکشه این بچه به این دنیا بیاد، به خاطر اشتیاق فراوون و عشق زن و مرد که یه هفته ای نمیشه بچه رو بیرون کشید. یه ذره وقت میخواید. اینکه با هم اینقدر خوبید بسیار علامت و نشانه خوبیه، ولی اینا باید جا بیفته عزیز. شما نمیخواید یه خونه کنار ساحل با شن درست کنید، شما میخواید یه بنایی درست کنید که بتونید سالهای سال، 50 سال توش خوب و خوش زندگی کنید. بنابراین آهسته برید عزیز، این عجله نمیفهمم چه خبره. حالا به من بگید، چون وقت کمی هست، یکی دوتا مشکلی که شما میبینید در ایشون یا در رابطه چیه؟ یکی مشکل که نمیشه گفت، شاید یکی شخصیتشون اینطوریه. خب من خیلی اهل صحبت کردنم، خیلی بگو بخندم، ایشون خیلی مثلا مردونه رفتار، مثل مردای ایرانی ببین که جوری هم خیلی آروم. خب من نگرانم. نه ببینید، نه ببینید عزیزم، ببینید بذارید، اصلا من نمیگم ایشون چنینن، یه دفعه دیگه هم که ایشون اصلا چنین نیستن، ولی روزی که شما، امیدوارم هیچ وقت من گذارم به دندان پزشکان نیفته، خوشبختانه چند نفری که پلوشون میرم همه از دوستان و عزیزان من، انجارم از ترسم اینو میگم. عزیز من، نصف دندان پزشکان وسواسی هم. 30% حتما obsessive compulsive personality disorder دارن، 1% هم OCD هم. برای که این کار کسانی رو میخواد با یه دقتی، با یه ظرافتی، با یه توانایی برای دیتیل اورینتد بودن، میخواد برای این که نخوان اشتباه کنن، از شکست میگریزن، مواظبن، مراقبن، فعالن، سازندن، و همینا مسئله آفرینه. برای که ریشش استرابه، ریشش یه ترس سنگین و شدیده. این استراب با خودش
خطر افسردگی داره، با خودش خطر وسواس و عصبانیت داره. بنابراین روزی که شما به من میگید یه آدمی است که ساکته، آرومه، منو سخت نگران میکنه. برای که متاسفانه وقتی به شما شخصیت وسواسی مجبور میرسید، من برای بار سوم میگم ایشون اون نیست، شخصیت معلوم اصلا حس و احساسی نداره. پس بنابراین مسئله این نیست که مرد ایرانیه، برای که مرد ایرانی به دلیل کتکایی که خورده و تو خیابون که مسئله داشته و تو کوچه که مشکل داشته، تو مدرسه که داشته، یه موجود نگرانی است که حسش رو و احساسش رو باید پنهان کنه، هیچ وقت نباید نقطه ضعف خودش رو نشون بده. بنابراین اینا موضوع بسیار مهمی، یعنی شما به جایی که به اینا توجه کنید که ای بسا ریشه این مسئله ماجرای مؤدب بودن و آرام بودن نیست، ماجرای بی‌حس بودن و بی‌احساس بودنه، موضوع نگاه فیزیکی و مکانیکی به دنیا کردنه. اصلا یه زمینه ای بسا ادبی هنری میتونه نداشته باشه. میخوام بگم این با این سرعت ها این نگاه ها درست نیست عزیز. من شما وقتی که یه همچین عرض کردم، من توبه کردم اول، برای که برخی از کارا و حرفه ها اصلا آدم ها تا یه ویژگی روانی خاصی نداشته باشن تو اونا خوب و موفق نمیشن، اما اشکال کار اینه که به درد خودشون و دیگران نمیخورن. من این همه تو محیط های دانشگاهی استادی دیدم که ای بسا 50 جلد کتاب نوشته، اما این شخصیت وسواسی اصلا امکان نداره بره یه دستشویی، مردم است، بره توی دستشویی توی رستوران، امکان نداره قاشق چنگالی رو که تو رستوران بهش میدن داشته باشه. یه بلایی سر قاشق من که عجیبه، تو حالت هیچ خوب نیست. من کی گفتم ایشون چنینن؟ من نمیدونم، 3 دفعه به شما هشدار رو میدم که سوء تفاهم نشید. من میخوام به شما بگم اینقدر من آدم دیدم آمدن گفتن یه پسر آروم، مظلوم، مؤدب، من دارم یه افسرده، یه درب و داغونه. این اینا رو باید، اینا زمان میخواد. چرا شما قرار ایشون رو تو خونه خودش ببینید که چه خبره، توی محیط با دوستاش ببینید، ببینید اونا چی بهش میگن، محیط کارش ببینید، سفر با هم برید، تو مهمونی برید، توی پارتی برید، توی کنسرت برید، برای که شما باید ببینید با چی طرفید، جنبه ها و جلوه های مختلف شخصیت ایشون رو بدونید. اینکه بر حسب ظاهر همه چیز خوب و درسته که حتما اون تیکه درسته، اصلا من نمیگم برای یه تفکرشون. آره من خودم که مثلا حس کردم، خیلی میگم احساسم نسبت به ایشون زیاده تماس گرفتم، چون همین داشتم بچن خودم متوجه میشدم که الان به خاطر احساس زیادم ایرادا رو نمیبینم. به این حرفای شما قشنگ این یه دست انداز بود، خیلی خوب بود، یعنی انگار که یه چراغ بالای سر من روشن شد که من بهتر دقت کنم. عزیز من صبر کنید. اولا شما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، دوم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 8 ساعت و 4 ساعت 12 ساعت. اما من به دلایلی به شما پیشنهاد میکنم تیپ شخصیت سالم و نرمال و تیپ شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر روی هم 28 ساعت. عزیزم اینا رو باید دقت بشنوید. حتی من پیشنهاد میکنم سیدی ترس و اضطراب و وحشت رو، برای که ببینید شما یه حد اقلایی رو برای شناخت خودتون و طرف مقابلتون باید بدونید. تیپ شما کاملا پیداست، یه ذره حالت هیجانی نمایشی دارید. بله خودم میدونم هستم اینطوری، اصلا من تو جمع حالم خوبه، یعنی این تیپی هم که مثلا تو جمع قشنگ جمع رو دست میگیرم، مثلا همه میگن فلانی خوبه فلانی، یعنی من قشنگ تیپ همینه. حالا ببین عزیزم، ببین عزیز، لطفا دقت کن. من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون اینو گفتم، سوزان ترین با حرارت ترین، خیلی خوب، مال یه دختر هیجان نمایشی است با یه مرد وسواسی. همیشه هم مثال زدم که این خیلی خوب، این مثل رودخانه داره میره، اونم مثل یک کوه ایستاده، معلومه اون خسته است از رفتن و پشت این یه احساس آرامش رو خوب میکنه، اونم خسته از ماندن به خاطر ضربه ای که اون رودخانه بهش میزنه، چند تا به قول معروف حرکت میکنه و قل میخوره و میره. بنابراین آتشین ترینه، ولی این بدترین نوع ازدواجه، نه به خاطر اینکه این دوتا بدند، به خاطر اینکه این اختلال شخصیتی ابتدا با آتشی شروع میشه که اسمش عشق،
بعدن با یه آتش ویرانگری است که هر دوشون رو میسوزونه. بنابراین روزی که من یه شخصیت هیجانی نمایشی هستم، باید بدم خطر من شخصیت وسواسی مجبوره، و اگر من شخصیت وسواسی مجبور هستم، باید بدونم من درب و داغون میشم با یه شخصیت هیجانی نمایشی، در حالی که این دوتا برای هم جذابترین آدمان، زیباترین شکل یه رابطه اصلا با این ترکیب شروع میشه عزیز. آخه من از مردایی که مثلا ببخشید وسط حرفتون، از مردایی که هم تیپ خودم باشن خوشم نمیاد. نه از مردایی که بخوان مثل خود. خیلی خوب، گرفتارید عزیز، گرفتارید، برای که قرار نیست هم تیپ شما باشن. ولی اگر شما من بگید که من دنبال مرد هیستریانیک یا بوردرلاین نیستم، کاملا میفهممتون. ولی خطر و سم و زهر شما اگر شما شخصیت هیجان نمایشی دارید، یعنی هیستریانیک پرسونال دیسوردر دارید، زهر و سم شما وسواسی مجبوره، که وسواسی مجبور چون بارها گفتم ابرم معذرتم رو خواستم، به من بگید تو کدوم گروه در حرفه بیشترینه؟ به شما میگم دندان پزشکان، بعد پزشکان، بعد استادان، یعنی تو اینا بیشترین درس، اصلا به خاطر تو موفقیتشون و پیشرفتشون، به خاطر این ویژگی روانیشونه عزیز. آخه من اصلا جذب مردایی که ناموفق هستن نمیشم عزیز. نه خاله، خب اون یه نه، آدم ها میتونن وسواسی نباشن ولی موفق باشن. این چه ارتباطی با هم داره؟ من کی گفتم همه پزشکان این گونه؟ من کی گفتم همه دندان پزشکان؟ وقتی میگم 30%، 40%، یعنی 60% نیستن. بنابراین یک کسی میتونه همه اینا رو خیلی بهتر از ایشون داشته باشه، اگر ایشون شخصیت وسواسی مجبور. من دارم هشدار میدم آهسته باید حرکت کنید عزیز، یعنی شما نمیتونید به صرف خوش آمدن سطحی و ظاهری که عادیه لطفاً آهسته حرکت کنید. هیچ اشکالی تو این رابطه نیست، حتما این رابطه رو ادامه بدید، ولی کوشش کنید همدیگه رو بشناسید. تازه اصلا میتونید کار دیگه بکنید، اینجا برید برای یه روانشناس یه تست MMPI بگیرید، تستی است برای شخصیت، دقیقاً تکلیفتون از نظر شخصیت، نه اینکه به هم میخوره تو به درد میخوره، اون یه قصه کامپتیبیلیتی تست است که غالب اوقات اونقدر دقیق نیست، ولی حداقل تیپ شخصیت مشخص میشه. ولی اگر تو این MMPI در اومد شما هیستریانیک هستید، اون وسواسی، اون روزی است که از هم خدافظی میکنید، مگر اینکه برید خودتون رو درست کنید که 5 سال طول میکشه. بنابراین من به آخر وقتم رسیدم، لطفاً آهسته برید و الان بحث عروسی و اسم بچه‌ها و اینا رو هم نکنید، یا اگرم میکنید بین خودتون بکنید، با خانواده ها در میون نگذارید. امیدوارم هرچی خیر و سرایتون اتفاق بیفته و من ناچار باید ازتون خدافزی کنم. ولی خوش آشنا بود با صحبت کنم. خیلی خوش آشنا بود با اتون صحبت کردم. منم همینطور عزیز. خدا نگهدار. ممنونم، شبتون بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.